الو الو خانه جان سلام، چطوری دکتر خوبی؟ آره کی میرسی من بیام دنباله؟ دیگه طرفای ساعت 4 5 6 دوست ندارم تو بیای دنباله، قربونت برم، تعارف که باید ندارم. ببین دادم ملیه خانم همه چیزی تو قشنگ برات برام سلام برسون. سلام هم میرسونم. بگو مطبش هم براش برام انداختم. آقا الان تو مطبت هم. ببین همه چیز آماده است، تر و تمیز. آره بابا وای وای ببین چه کرده ملیه خانم عزیزم، دستگاه آماده است، وسایلم آماده است، همه چی آماده است که بیای به دندون مردم برسی. نه تو رو خدا حرف دندون نزن که دیگه از پس رفتم تو دهن این اون زل زدم. چرا؟ از هرچی دندون به هم میخوره. باشه تو بیا، ببین فقط هر چقدر میتونی با خودت دلار بیاره. سلام. خب این کی تمومه؟ تازه شروع شده. این کی تمومه؟ بیمونه گودا رو پر کنم. از این راحت بیمونه ترکیز میمونه اینجا میمونه. بله 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 شامپو فرشینا رو گرفتی مبلا رو بشوری؟ بله گرفتم، تمیز کردم. دکتر از بوی موندگی خیلی بدش میاد. میدونم من سوالاست که با دکتر زندگی کردم. بیان اینجا. چیه؟ ببین پشت این آینه شکسته زیر این پتو مخملی ببین چی پیدا کردم. فکر کنم یه ظرف ظروف قدیمیه. چی؟ یه سنگین نیست، پوسیده است. این دیگه چیه؟ آسانش بدمش به این بازیافتی ها جاگیره. نه اینا ببین اینا رو این نقش و نگارا فکر کنم معنی داره. آره اینو ملی خانم یه زحمت به کش قشنگ بشورش. لا 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 بزنی با 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 خب حالا دیگه خبره این دنیا لا 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 خب خب ای گفتی بیا تو هنوز با اسب داری شروع میکنی؟ هیچ متد دیگه پیدا نکردی خاک تو سر؟ بازی کن بازی کن جهت منه در میری ها بفرما خب یه کانه داری که بیا و زهر مار بیا مزرعت و کیش من اینو میزنم که تو بفهمی که هنوز خنگی فهمیدی؟ آره بابا و دوباره کیش
کشش بس. زود باش دیگه، الکی فکر نکن، زود باش، بازی کن. باور کن چند سال سال هاست یه همچو شطرنجی من بازی نکردم. هر وقت بازی کردم یاد تو افتادم، یاد تو. لا 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 خوبه که برگشت. بس میگه بوس بده. آره اینه ولی اونو در بیار. اینه برای کی گرفتم؟ نمیدونم. مال کامی عزیزمه، شطرنج تمرین کنه، شطرنج قربونت. یکی دیگه هم هست، حالا این برای کیه؟ بازم مال کامی عزیزمه، موزیک باید گوش کن. آبا تو دیگه کی هستی؟ تشکر. من رو فرشی گرفتم، طرح رابیت شو. فرنگ فرشاشون این شکلیه. تشکر کنیم، تشکر کنیم. اسپایدرمن. اسپایدرمن. اینم برای شما بتمن. اینو برای کی آوردم؟ همه چی رو میبره، همه چی رو میبره، آجر هم میبره. فقط نفهمیدم این شورت ها مال کیه. نخیه دیگه شون دست. با این بر تو که با هم دیگه اینو اصلش میدونی اینجوری پرتاب میکنن. بگیر. های دکتر میگم بهتر نیست کار کنین که پسراتون برگردن. چرا؟ داریم به یه سنی میرسین که میتونن اصلای دستتون باشن. ترکونده عزیزم، اون موقعی که پسر اصلای دست پدرش بود گذشته اون دوران فینیتو. جگر بذار، قلبه بذار، لاغل یک کار کنیم که خانم برگردن. آه ای خانم، خانم شما فکر میکنیم مهری خانم همون مهری خانم سابقه؟ ببینیش نمیشتسی دماغش عمل کرده. والا عمل کرد شده دوتا سوراخ این مایکل جکسون. صورتشو کشته چجور؟ عوض بخوام. بعد تازگی ها شده عضو انجمن حمایت از حیوانات در حالت انقراض و با دکتر مهندسای خوشتیپ و دکوپوز عکس میگیره و چه میدونم روی جلد مجله، پشت مجله با حیوانات عجیب غریب. و یعنی مهری خانم هم قاط زده رفته قاطی حیوانات جک تو جنوبر و عجیب غریب و دایناسور. آقا نجی سیخ کن از این قاره به اون قاره، چه میدونم با مار بوایی چشم عکس میگیره و با هشت پای هفت خط پشم خال چه میدونم در حالت انقراض و هشت پای. بله مثلا تازگی ها میره جلو آینه، هی گریه میکنه، جیغ میکشه، چه میدونم. میدونی گردن من چیه؟ میدونم تو چی به من ندادی و همش داری از من میگیری و چی رو دکتر؟ آره پسرم هم که شدن اینه دوتا خرز گنده. بیا عکسشو بهت نشون بده. بسی عزیزم اینا نپخته، شما همونجا من شما رو صدا میزنم. و علی خانم اینا رو من این حامده رفته توی تیمت، این پسر کوچیک کمه مدرد میخوام شما اینو مواظبت کن. این رفته توی تیم فوتبال که همش میبازه. بزن اقب. این پلیس بزرگه هست. جانو نه نه این کیه بود کسا فهم؟ این کیه؟ بزن اقب. بس کن دیگه من اقب بعد ریش. حاله نه خسته نشده این که خاله دکتر داشتم میومدم میشه نمیدونستم کی میرسی. چه خوبه که برگشتی. خوب سرحال شدی ها؟ آره می جان چاخ چله شدم، غربت بهم ساخته. خانم هوریا یاسمی دختر یکی از دوستای قدیمیه، از کانادا اومده پای زمیناشون بگیرن. مهندس سنگ و بعدن دکتر سنگ درمانی، دکتر فرزاد متین خواهرزادم دندانپزشک درمانی. پس شنیده بودم حقیقت داره سنگ درمانی. بله کاملا یه روش درمانیه، اونایی که بهش باور دارن زودم جوابشو میگیرن. میدونین که علمیه. یعنی شما دانشگاه رفتین؟ آفکورس. آوناش این شکم من با سنگ درمانی تراپی میشه؟ ظرف دو هفته میشه بیشتر چربیشو آب کرد. خب بعدم نمیاد امتحان کنم، من که برداری زدم نشد. به شرط اینکه هر روز مداوا کنی. بیا این سنگو ببینین، این انرژی مغناطیسی داره، این میتونه چربیا رو آب کنه. این یکم ببینین، این سنگ ها یه عالمه انرژی دارن. عشق آیش چهره آبیت پیدا نیست. این یکم ببینی، میتونی توش هزار رنگ رو ببینی. ولی زیباست. چه خوشگل.
من از این آمفتامینا مصرف میکنم. اینا ضد اشتباه و اینا است. برای خود اصلا از اینجوری اثر نکرد. خیلی خطرناکه. مواظب باشه. اینا توهم زاست. جدی؟ من میبینم به چند روز خول شدم. امشب ببینم ات دیگه. میبینم ات دیگه. میبینم ات دکتر. بعدن. از دست تو کامیز. خاله آقای دکترم اومدن. سلام علیکم. سلام علیکم. خاله رو میشناسم. خیلی خوش اومدن. سلام. حال شما. خاله چطوره؟ خانم سلام. خانم حوریه یاسمین از دوستان. به به. خیلی خوش اومدین. آقای مراتی هم از دوستان خوبی بنده و وکیل. وکیل بین‌المللی کار شده. شما وکیلی؟ چقدر خوب. به 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 به. اگه شما احتیاج به وکیل دارید. بله من یه مدتی ایران نبودم. بعد زمینای پدریم دچار مشکل شده. خیلی نیاز دارم که یک وکیل کمکم کنه. پس این کار خدمتتون باشه. خیلی ممنون. تشریف بیارید. سلام. حتما. سلام. خیلی خوش اومدین. بله. خوش آقای مهندس بله بله. این چیه؟ اینا دیدی؟ چه خوشگله. خیلی زیبا. نگاه این عشق آپاچیه. اینم میکای سیاهه. بله این جالبتر از همش این اعداد تو این مربع. از هر طرف اگه بشمارین جمعش میشه 34. خیلی چیز فوق العاده ایه. 13 8 12 1 34 13 11 6 4 34. بله. اونورم با 34 میشه. اونورم 34 میشه. از هر طرف شما بشماری باز همون 34 میشه. خب این تا حالا کجا بوده؟ اینو من تو انباری خونه دکتر پیدا کردم. لهمش خرت پرت و کبره و کثافت. بله، بو گربه مرده میدادم. پس اونجا بوده. خیلی بامزه است. این خیلی چیز با ارزشیه. این لابد ارسی 80 بزرگم بوده. واقعا؟ این مال ماست. من نمیدونم. قابل نداره برداشت. مهندس یه نوع معماری فضایی نیست؟ نه 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 این شبیه یه بشقاب پرنده. سب کن بشقاب پرنده تو خونه ما؟ حاله همه با سب کنید شلوغش نکنید. بشقاب پرنده کجا بودید؟ این ظرف کیک پزی مال قدیم هاست که شاه بشیک همشون قضا علاقه من بودنه. پس این سنگا چی؟ خب شگون داشته دیگه براشون. اونا عادت داشتن رو کاسه های طلایی رو لباساشون سنگ دوزی و منجوک دوزی میکردن. اون هم سنگای سوزان خیلی گرون قیمت. نه 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 همه تون اشتباه میکنین. یه ابزار شکنجه قرون وسطاییه. فقط نمیدونم چطوری سر از اینجا در آورد. فکر میکنم که یه گیوتین گردونه. آقای مراتی چه تخیل خشنی اصلا بهتون نمیاد. گیوتین چرخون چیه؟ مراتی ما رو دست انداختی. نه جدی یه جایی خوندم که کله رو میذاشتن توی همچین چیزی و میچرخید تا اینکه شتلق از اینجا بالای ابرو قطع میشد و میافتاد پایین. بابا این فیلم ژانر وحشت میبینه شما به دل نگیرین. نه بچگی همینجوری. خاله جان باز دوباره. مهندس. مهندس. جان. مهندس بیا. بیا نگاه کن. ببین این هاشش. این یه اسفینکس ده چشمه. ببین چقدر شبیه این نیست. دیگر بذار خوش بذار. ماکسه. نه ماکس نیست. واقعیه اینا. آره واقعیه. دکتر بیرونه من برم یه حقه پرسی کنم. این سایزش فرق میکنه. خب این عکسه. آره بازم ازش عکس دارم نگاه. سلام. شامل او با اساس مخصوص شما. ممنون. نوشه جان. نجیب. این قالب شیرین‌پزیه. پس اینقدر مزخرف نکن. چشم. هرچی شما بشین خانم. بایستم. من میگم ازتون پذیرایی کنم. اینه. خانم خیلی دوست داره. خیلی ممنون. دیارت نداره. متشکرم. دیارت تو. خیلی خوش اومدیم. خیلی خوش اومدیم. سلام. خیلی خوش اومدیم. مرسی. خیلی ممنون. خیلی خوش اومدیم. کاروان چطوره؟ آره سه خیلی داغه. دم میزم. خوش میگذره. بله. دکتر. یه دقیقه این سینی مسی دسته تو اتاقش از خونه تو آورده؟ من اینجا تو؟ خیلی سینی مهمیه. شبیه بوشقا پرنده است. لابد از اجداد ما به پدر بزرگم رسیده. از اون به بابام. بعدم ولش کردین همینجور زیر. کی همچی کار کرده؟ زیر یه خروار آتاش کار. دو تنده. بسته دیگه خوبه. بیا اینو بخور. خانم. بله. خدمت شما.
بی نمک و آبدار مخصوص شماست بانوی بزرگوار من. دست درد نکنه بی نمک و آبدار. نباید این چیز سرشنه این چیه؟ قلب منه. اینم کلید قلب منه که امیدوارم یه روز با دستهای مهربون شما در قلبهای من باز شه. قابل شما نده. چقدر با مزه. مرسی. روزو کم کن. مهندس. مهندس. بابا اجازه. آبدار و بینمک یکی یکی وعدا. خاله من اگه میدونستم این بشقاب اینقدر مهمه نمیذاشتم بندازن تو آشغالا. آبدار بعید نیست. مخصوص و بی حواس شده. نه بابا. دکتر اینقدر شلخته. این خامه. نه خوب پخته. مهندس. من مخصوصا از بویجل خواستم همراه ما بیاد. بله. یه خودی با هم دیگه آشناش. به خدا خیلی دختر خوبیه. بله. با خوش با سوا دانشمنده امیده واسه خوشه با منه؟ بله بله به خدا دروغ نمیگم من خوابش رو دیدم تو زن و شویی شانس نیورده جوان که بوده با یه آدم عوضی عروسی کرده دو سه سال بعدم جدا شده خوشبختانه بدون بچه آره به من جرم داره میخندی؟ آه ببخش فکر نکن کلی خواستگار داره بله حتما همینجوریه ولی دیگه الان چی ازدواج میکنه؟ بعدم از من گذشته خاله من پنجاه رو رد کردم رفت پنجاه؟ یارو هفتاد هشت سالشه بچه ساخته این پنجاه افتاد حرفا چیه؟ ازدواج میکنه فعلا که خانم مشغوله خانم چرا اون؟ ببخشید دوستا ببخ بوره خانم همه چی خوبه دکتر رو ولش کن یه لحظه بیا کجا یه لحظه بیا دکتر رو ولش کن بیا بیا اینجا اینجا رو ببینید قشنگه نه این سنت خانواده ماست اسمش دیوار دوستیه هر کس پاشو بذاره تو این خونه باید یه نقاشی رو این دیوار بکشه که مثلا این نقاشی فیلو بابای خدا بیامرزم کشیده آره برای مادرم فیل دوست داشت اینم نیمرخ مادرمه که بابا کشیده چقدر خوشگله واقعا همینجوری زیبا بود به خدا شما که شاهد این دیگه این دلفینم عموم کشیده برای عمم خیلی دوستش داشت تفلک جوومت شد یه خاطرم هست بله بعد خدمت شما عرض شود این شمم که خاله خانم کشیده این شم زیبا کار خاله هست خب پس خودتون چیزی نکشیدین؟ این قلعه تنهایی منه دیگه آدم تنها چی میکشه من این قلعه رو کشیدم اینم که کاملا مشخصه کار دست آقا نجیبه یه سیخ کباب و خلاصه هر کس میخواد اینجا قلممو و رنگ هست میتونه بیاد اینجا هر نقاشی که دوست داره میتونه بکشه به رسم یادگاری من میخوام یه نردبون بکشم با یه دریا که اون دلفین بیافته خواهش میکنم بفرمایید همه دوستان میتونن بکشن بفرمایید خب این قلم من یه فرزا چقدر میخواد بمونیم؟ هرچی بیشتر بهتر اصلا من فکر بکنم هیچ چیزیمو گم کردم احساس میکنم یک جایی از وجودم گم شده باورت میشه نیم قرن از من گذشت 30-40 سال دیگه فکر نمیکنم بیشتر باقی مونده باشم 30-40 سال با این شکم برو بابا هرچی 20 سال، 10 سال، 2 سال آی دلم میخواد جانانه عاشق بشم قلبم بزنه، گریه کنم، فریاد بکشم مجبور بشم، خدا عاشقی کیلو چند مرد حسابی موز پیت کردی؟ چی میگی تو؟ این شخصیت مایوس نامیده تو پیرمرد 70-80 ساله تو آمریکا پر از امید، آرزو، دوچرخه سواری میکنن، شنا میکنن، میدوئن، چه میدونم دست عروسشو میگیره، دنیا رو میبینن. میدونم، ولی هر جای کارمای خودشو داره دیگه. اینجا اینجور، اونجا اونجور. وقت سر شد، گلگونه ها، نامهربانی، آتشم، زد. دوستی جان مادرت، یه دقیقه بشه. این سینه ای که زده به دیوار خونت، اینو فردا صبح برگردون خونه ایم هرچی چه بدون این خاله فکر میکنه مال جدشه مال عموشه مال جدشه مال عمچه من کلم و خور اینقدر که عفت زد اینو فردا بفرست بریم یک دوتا هندونه بکشم بودیم دست هم بگیم خاموشی شب رفت و فردا دیدگر
من تنها میان سیل غم ها حبیبم موج غم ها گلگونه ها قربونت برم تو هم حوصله کن. من داره باز میکنه نجیب الان برات میفرستیم دیگه. باز کن سریعتر منتظرم. چشم آقا هولم نکن تو. اومد دیگه دکتر. همون شد. خدافظ. دوتر بابا ببر بهش بده حوصله هم سر برم. نه گفتم من باید تحویل بگیرم. پس باید مراقب باشی ها. خیلی باید مواظب باشی ها. آره شاب ببین عزیزم اون جرب شکلاتو میبری میدی خاله خانم میگه آقا نجیب داد. چرا اینجوری میگی؟ درست صحبت کن. همینه میگی؟ آره عزیزم آفر با درست صحبت کن. چجوری؟ اینقدر غمیش نه یا دیشب جلو مهمونه آبرو منو بردی. گلی پونه ها یه وحشیه خاکتون سرت کنه. برو با جلو بچه زشت. برو ببر چشم بگی بچه بگی بینم دو سال پیش که اینجوری نبودی تو. از اون اسمت خجالت بکش. گل آقا دکتر پاتونم بذارین این بالا. خاله سیدی حالا میفهمیم که مشکل از کجاست. آقای دکتر دستاتون رو باز بذارین. باز باز به صلیب بخواییم بکشیم پس باز کن دستتو دیگه. افکارتون روی بدنتون تأثیر میذاره. حرکت برعکس شاغول داره میگه ذهنتون مخشوش. آقای دکتر عزیزم من که خودم میدونم ذهنم مخشوشه. چه رفتی به شکم هم راه انرژی وقتی بسته میشه بیماری میاد سراغ آدم. در مورد شما هم زده به شکمتون. زبانا این سنگ ها باعث میشه که این گرفتگی ها باز بشه. جای نگرانی نیست. شما میدونین چاکرا ها چیه؟ همه جاهای حساس بدن چاکرا ها تشکیل دادن. این سنگ ها خاصیت اینو دارن که وقتی روی این چاکرا ها قرارشون میدی با انرژی معجزه آسایی که دارن باعث میشن چاکرا ها تمیز بشه و باز بشه. آما از چه زیبا و هیجان انگیز. پس من گرفتاری اینه که چاکرا هم گرفته. اصلا تو رو خود چاکرا هایی نفس عمیق با بینی بکش و با بینی بده بیرون. سعی کن ارتعاشات سنگا رو حس کن. چشاتم ببند. نفس عمیق بکش. تمرکز کن تمرکز کن. گوری جون برای که داری درمان میکنی یه فکری هم از این سر برده لعنتی من. شما سعی کن اول اون نفرت رو از دلت بندازی بیرون. تو کاری تو بکن تمرکز. با ادهام نگیرم گذشته رو ول کن خاله. سه هفته روزی 20 دقیقه نیم بعد اینجا باشه. همه اون کینه و نفرت رو میکشه به خودش. بعدش هم بده خودم. اوه اینجا رو نگاه. واسه ببینم چه اینجا قله. با تو هم میگم واسه. اه بچه پر رو. واسه ببینم. وقتی بهت میگم واسه واسه اینو بگیر. وقتی بهت میگم واسا واسا فهمیدی؟ این چیه؟ اینه مهندس بود دارم دارم واسه دکتر. کلا ایمنیه؟ یا از این بشقابای ما پاره هست؟ برو گم شکنه، برو گم شکنه. این چیه؟ بشقابو بردار بیار مال دکتره.
برسه به جن نمونه. خلاص سش پیشش. کیه؟ آقا نجی؟ چرا نفرستیش؟ دکتر چرا نمیدی؟ توی؟ چیه با خودت آوردی؟ من چهار تا اگزوز فام خوردم، دو تا زنکس خوردم، با دو تا دوت گلد که دست این خاله راحتم نشد. خب آروم باش، آروم باش، قربونت. تو بدش دیگه. چی بدم هی میگی بده؟ تو بدی دیگه، بدش بیاد دیگه، بده دیگه. چی رو بدم آخه؟ نه اومدم بشقابم رو میخوام، بشقابم رو بگیرم. آقا بشقاب من دادم، دادم شهاب شاهین برات آوردم. تو کجاست؟ ما که ندیدی؟ آوردن با شیرینی گفتم صبح برات بیارم. دروغگوی کلکه، پس فطرت. تو فهمیدی چیز اکسپنسیو و قیمت چیه؟ زدی به جیب؟ به جیب زدی؟ جیب زدم. ای برم بر چی گریه میکنی؟ عزیزم مکرتم من یه من برای تو گوه رو خریدم اینو بده عزیزم مفتی خریدم گتا حرف ماف شروع میزنی برو بیرون این نفر ولی وان دفعه خون خونده ولکم ولکم اون کجاست؟ فروختیش؟ ولکم فروختیش دکتر فرزا جان بخوام تو با زانکس اینجوری شدی با دو تا آداتکو؟ خب باشه ببند خوربونه دارم ترسناک شدی نجی خورم نکن خور نکن آروم آقا نجی کجایی تو بابا؟ تو آروم بخواب باشه یه بگیری سر خود 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 آقا به خدا این شاهین گذاشته بود سرش چرا واسه بابا زمانم گذاشتم سرم از کنار رو چی کار می‌کردی تو بابا پام پیش خورد افتادم ده آخه مگه من خرم مگه من دیوانم که تو این سرما قدم اومدم تو رودخانه چم سرم برم کن دیگه بابا داشتم میمردم داشتم اشهلم میگفتم که گیر کردم به شوخی کلفته دره خب الان کجاست الان کجاست ببین اونجا بودی کلاهی خورد شل شد من خودم وزار بدبختی کشیدم کنار مهندس اون درخت کجاست چه میدی بابا من مهندس بگو ولم کنم بابا اینجا آبرو دارم زشت بده تا آبرو داری زشته یه بار اینا زشت قیافته این موهاتو قرمز میکنه اینا قانونیه زشته یه بار اینا آقا آها اون همینجا بود جلو می بلخش عبیرم بگو بیا عبی آها اینجا رو بگو ببین ببین اون نیست آره خودش ها خودش بگو دیگه آره بکنم خودش برو بگرش برو بگرش دیگه برو تا هم برو 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 کمکش کن برو این چرا اینجوریش کردن؟ این چه وضع معالجه است آخه؟ نجیب بله آقا نجیب، هوری خانمو بگیر وا، من بگیرمش تلفنشو بگیر بابا غلط بکنه بگیر، اینجاست آقا اینجاست بله زود باش چشم با الو سلام علیکم ببخشید مزاحم شدم نوری خانم بین خودمون بمونه متاسفانه این بشقابی که آقای دکتر به ما امانت داده بود افتاده تو رودخونه یه تیکش کنده شد آره متاسفانه چند تا از سنگاش هم
شکاف برداشته. شما بیاید، ممکنه شما بتونید درست. دست به هیچ چی نزنید، من اومدم. برمیگردم. من خواب برمیگردم. مدیتیشن داشتم میکردم من. آقایان دست نزن. پاشو پاشو پاشو. باشه خیلی خوب دارم درستش میکنم دیگه. آقای مهندس. موری خانم. اونجا اینجا. سلام. ببخشید کردم. اصلا وسایلمو بیارم. سلام. ای وای. چه کارش بکنین دیگه، بچه‌ها رفتن تو رودخونه بازی کردن. امانت مردم آخه میبرن تو نفهم. آقای مهندس، خواهش میکنم آروم باشین، درست میشه. اینجا، اینجا. جای خودت. چی شده؟ ای وای، ای وای. ببین چه بلایی سر. یادگارش دادم. نگران نباش، من درستش میکنم. بشین. انشالله درست میشه، بوی خانم. انشالله. ای وای، چه مصیبتی، چه مصیبتی. انشالله درست میشه. نگران نباش. درست میشه. انشالله. بله. نگران نباشین، درست میشه. فقط خیلی نباید فشار بیاد، مخصوصا این قسمت نزدیک به این گوهر تابناک. چقدر هم قشنگه. بعد میذاریم جلوی نور خورشید که هم انرژی بگیرن هم انرژی بدن. خیلی قشنگه. مهندس داغون شده. تقصیر کیه؟ تقصیر کیه؟ خودت کرم داری؟ حاضری؟ چی؟ لیزر. خیلی هم خطرناکه. خیلی عقب هستی؟ چشاتون هم ببندی؟ آماده؟ چشا؟ چشاتو بگی. من این درستش میکنی بگیرم. بفهمی خاله خانم. وای چه نگینه قشنگی، چقدر خوشگل شدی. خیلی بهتون میاده. برو. چشم ما. تمام؟ ملی خانم، شاهین، شهاب. شاهین. بله. بیا اینجا دیگه همو. این موبایل از جیبم داره. این یک پای تکرارش بزنم زیر گوشم. بده بده سر جون بده که الو. سلام دکتر. ببینم موری خانم اونجاست. آره هیچی نشد. اصلا نگران نباشی. من چی نگران نباشم؟ چی شده مگه؟ ببین فرزاد جان، این بشقابه که امانتی داده بودی به من اتفاقی افتاده تو رودخونه، یه مقدار شکل و شمایلش به هم ریخته. همین افتاد تو رودخونه؟ آره شما اینجوری از مال مردم محافظت میکنید؟ با تو خجالت نمیکشی؟ آقا میگم درست شد، هوری خانم درستش کرد، فرستادیم برات سر صدا نکنه. بار بابا گندشو در آوردی. گندشو در آوردی. اه بابا یه بشقاب دیگه. کمک میخوای؟ بیا بیا. نه دست نزن. ترکش ممکنه باز شه. آره مواظب باش. کجا بذاری؟ بیا بذاری فعلا روی میز. کجا نصبش کنی؟ همین دیوار خوبه. اینجا اشعه خورشید مستقیم بهش میخوره. آزاد بشقاب رو بردار. بشقاب رو. آروم بفهم. خاله من برم یه سر به دکتر بزنم. قربونت برم. پس بفرمایید. اومدی؟ بله. ببینم بشقابه چی شد؟ درست شد. الان دارم پایین وصلش میکنم. خاله پایینه؟ بله خاله هم پایینه. بدونم. آقای دکتر این چیزایی که بهت میگم و دیگه نباید بخوری. کله پاچه، چشم، گوش، مغز، هر چی که سرخ کردنی، میوه و مرغ آب پز و اینا رو میتونی بخوری. اما گردو و شیرینی و هر آنچه که چربی داره ممنوع. باز کلا دیگه چی نباید بخوریم دیگه؟ بذار دندون تو بکنم ببینم. میخوام دندون تو ببینم. دندون بکن. اینجا دندون نیشه. به نظرم آره. نیشش عفونت کرده. خب حیف دندون که خیلی از سنگ بهتره که. نیست؟ حیفه؟ بیا درستش کنم. بله وقت بذار وقتای تیر میکشه. بله وقت بذار درستش کنم عزیزم. باشه حتما. دندونای بابا قشنگی. خودش سی و چهار خودشه. دکتر بیا. نجیب درست کرده. بیارم برای
تولدت هم مبارک. ممنون. توفتم که دیگه رسید، خیالت راحت شد ها؟ ولی این رسم روزگار نیست ها. رفتم چک کردم دیدم هیچی نیست، یه تیکه حلبی آشغال. نه تصویر زدی رو دیوار خونه دکوری. ولی خاله تو لپتاپ به من نشون داد اصلا تقلبی نبود، این یه بشقاب پرنده بوده که افتاده تو دام انباری خونه من، این یه پرنده به من پناه آورده. بابا بشقاب پرنده بیفته تو آب وا میره، شل میشه، جر میخوره. بابا افتاده توی آب خراب شده، آب و هوای ما بهش سازگار نیست. اولا کجای این دنیا الان این همه آب داره جز کره زمین ما؟ کجا؟ تو کل کهکشان کجا آب داره؟ اصلا من میگم چیه؟ اگر این تقلبی بود بوری خانم چرا عاشقش شد؟ آقا شما درست میگی، قیمتیه. چرا اینجوری با قید و غضب به من میگی برش تا بیاد؟ مگه من دشمنتم عزیز من؟ مگه میخوام بخورمش بچشمش؟ بابا این تو رفتی آمریکا عوض بشی، آدم بشی. چرا اینجوری شت از آب در اومدی؟ دلیلی شدم. بابا من چقدر به تو هدیه دادم، چقدر کادو دادم، یک دونه‌شو بهت گفتم پس بله بله چیو؟ اون کاسه بزرگ گلمرغیه یادته؟ اون کاسه بزرگ گلمرغ یعنی چی گفتم بیار؟ واقعا تو مهمون داشتی عمل نگرفتیش؟ خب مهمون داشتم ازت قرض گرفتم. قرض چرا پسش ندادی؟ اصلا دادم. آلزایمر گرفتی بابا نمیفهمی؟ اصلا گرفتم. آقا ببین من چیزای دیگه که بهت دادم، من بودای خندان بهت دادم، من دختر مسئله به دست گنده بهت دادم، همه چی بهت دادم، تو یه چیز به من دادم، تمام زندگیمو بهت دادم. فاسد کرد، نامردت کرد، مالپرستت کرد، این آمریکا با همه کیه با کار داره آقه؟ شما بابا بزنیم دیگه در آقه 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 سنگینی نفس هم گرفت. ملی خانم، ملی خانم. بله آقا نجیب. مردت گرفت. بیا بیا بگیر این توفای مهندسو هرزونی خودتون. یعنی چه؟ این کارا چیه آخه؟ دست در نه آقا نجیب، ادعاش میشه که شما اراده. یعنی چه؟ دکتر، دکتر بده به من ببینم. اینه بده بودای چاق خیکیچو بنداز بیرون تا بفهمم الان میرم چیکار کنم. بیا وقاست. بیا آقای مهندس کامبیز، بگو یه خود ازش یاد میگرفتی. باشه بهش میگم. بده به من ببینم کجایی. بده به من ببینم. اینا چیه؟ خیلی خوب بگو ببینم. بودو آقای مهندس، اینا رو بده. من صبر کن خودم میشه. به خود این بچه بازی یار در بدین. اینا رو بده. چشمم روشن. دست در نکن. دست شما بیا بگی همش فیک. اینا رو بده. واقعا این سه تا بوده. همون دو تاست. نه ترس، همه رو واسه همه رو میارم واسه. حالا نتیت بدیدو بیا بده آقای مهندس بگو بیا اینم اسکارت. من خیلی اسکار اخلاقت هم دادم. برو آقا نجی برو، اصل تو شناختم. شرمندم خاله خانم، ببخشید. شرمندم. دکتر بگیر. بزرگه
مریه خانم اینو چجوری بگه 90 چی رو آورده تو زندگی من؟ یه مجسمه سر آقای مهندس بیا توافتو بگیر چرا سنگینی تو میندازی طرف من؟ بگی چون میگه علی خانم زیر اون آقا دکی بیا اینا من بکنم صاحب خون ببینم بیا قطعش نداری بدبخت سنگ خون بشکنه بگیر آقا خانم جای عاشقانه میخوره بگیرش لایقه یک کیلوش هم نیستی ببر برو دی برو جوابشو نده برو آقای بالا ببین چی کار میکنی نزنش برو دیگه دلش کن توفاهاشو که دادی همون شد یواش نشکنه اصلا نپوشیده چه میدونی تو افسان دارن چیه گیلی آقا اومده چه خوبه که برگشتی دکتر اینا با ما لچ کرد داره دیگه عبدی زبلو بگیر بگی بده به من غلط کردن میدونم چجوری از پسشون بر بیام الو تو داری چی کار میکنی؟ با اجازه کی اینا داری میزنی؟ دستوره بهم گفتن هیچ چیزی از دکتر نباید خونه شما باشه کی دستور داده دکتر؟ بله دکتر بله مرده شده دکتر رو ببرن و این توفه هاش اصلا من خواستیم یاسای نازنینم یاسام نگوه آره اینم هی میگه دستور چیکار میکنی تو که طرف ما بودی اینجا داری چیکار میکنی تو دستور من باید وظیفه‌ام انجام بدم یاسام بیا من دستور چیه بیا جمع کن دکتر یاسام خودتون بردا بنداز بریم بابا بیا مال خودتون بفرمایید استیو پت استیو پت مارتی چه بی فرانسی بده خب شما رو بزنیم شما رو بزنیم خود سر خاله خانم بیا بیا بگیرش بگیرش بزن بزن نکنیم به اینو خجالت خجالت اورنجیه اورنج بگیر بگیر اورنج بگیر مهمات برو بیا خجالت بکش برو مهمات بیا سنجر بگیر سنجر بگیر شلنگو بگیر سنگارو بکش بکش برو بکشی ماری خانم نون نخوردی قوت نداری از اون زوره که ولی زود باش بکشی دایی ای بابا بکشی دایی بکشی بکشی بفرمایید به به آش دست درد نکنه عجب بویی بله دیگه این همه آش همیشگی که شما خیلی دوست داریم بکش یه دونه دیگه هم بکش چش دست درد نکنه آره آره بسه نوشه چه داغه نسوزی خب این آشو که برای ما پختیم چه آشی میخوای برای اونا بپزیم بستگی به نظر شما داده مثل شطرنج بازا میخوای پاکماتشون کنی یا یه کیش کوچولو بهشون بدی یه ضرب شست اساسی همین یه ضرب شست کوچولو این خوبه ضرب شست کوچولو باشه شب وقتی همشون خوابیدن میریم سراغ آشپزخونهشون شیر گاز رو باز میکنیم شعلای گازم تا آخر میپیچیم و یه کبریت میکشیم و میندازیم خلاص بابا منفجر کنیم یعنی؟ مگه دیوانه ایم؟ مگه روانه ایم؟ ملیه بدبخت بچه هاش؟ نه این خوب نیست بیل کن باش فکرایی میکنی تو بس دیگه چیزی به نظر من نمیرسه خود فکر اصلا من میگم کفشاشونو بدازی وا مگه ما دزدی سارقی چیزی میگی؟ نمیتونن از خونه بیان بیرون ها مگه اونا همون یه جفت کفشو دارن من نمیدونم نه تو خودت فکرات خوبه خودت یه فکری بکن من بگم؟ پس میخوای یه کیش کوچولو بهشون بدی چطوره؟ آره کیش کوچولو کیش کوچولو
وقتی همشون خوابن میریم تو حیاتشون و سر وقت شیر آبشون صبح تا بلندشم ببینن چی شده همه جا را آب گرفته. این عالیه، این خیلی خوبه. آفه این شد آش درست حسابی. میدونی چیه؟ حد دقلیش اینه که 3-4 روز بی آب میمونن. این خوب، این خوب نیست. این چیه با 3-4 روز بیچاره ها مگه شمریم آبروشون ببندی؟ نه این خوب نیست. خب اون دیگه شیم این سنگ درمانیه رو من بدم میاد، اینو یه جوری تعطیلش کن قربونت برم. بدم میاد مردی که خجالت بکش، مو سفید کردی، زن داری، بچه داری. مالا لنده هوری خاله بیچاره رم پاک خلو چل کرده. دیدی سنگ چسبونده توی پیشونیش خاله یه جوری شده. همش میگه چاکرام نمیدونم چی شده. حالا اون خاله شما اصلا به ما رفتی نداره. مال خودشه. بالاخره نمیدونم یه چاکرا ماکرا چیه. این میگن نور دور سرمون میگیره. همش چرت و پرته. من میدونم دیگه. اصلا اینایی که میرن تو این وادیا معلومه یه چیزی کم داره. هر کی میخواد بگه من یه چیزی حالیمه میزنه تو چاکرا. الان خیلی ها میبینن حالی نور زیاده. منم میدونم کار کیه. منم میدونم کار کیه. با تو هم. این شخصیت. نامردا. دستی دستی پیش فلاکر که باز کردن هیچ. در لولرم برداشتن. خرا انداختن بغلش. احمقا. تو ناراحت نباش. بس همیشه هیچ مشکلی نیست. خیالتون راحت. با اجازه، با اجازه، خدافز. عبد جان، بیا برو بشین اسقر قفل‌ساز، بگو بیاد قفل این دره عوض کنه. باشه چشم، خدافز. خدافز. کار خودشه. چاره نیست، باید ازش رو شکایت کنی. آره، ممکنه هر لحظه اینا یه بلای سرمون بیاره. اینا خطرناکن. غلط کرده. آره، غلط کرده. معلومه. چه خبره اینجا؟ خب این سبزات خراب میشه. سلام دکتر، چه خبره؟ چه راه افتاد اینجا؟ چه بلای سرمون اومد؟ چه کاری آخه؟ نمیدونم چی شد. صبح از خواب بیدار شدیم دیدیم همه جا رو آب گرفته. البته من که میدونم کار کیه. حالا، حالا بفرمایید. نه خیلی ممنون. پس با این بسا فکر نمی‌کنم آماده باشین برای سنگ درمانی. برعکس خیلی هم مطمئنی؟ بله بله، خواهش می‌کنم. خیلی خوب، فعلاً با اجازه. بله آقای دکتر، امروز براتون یه سنگ درشتی آوردم که این پاندو بگیرم مال شکمتون که بچرخه باعث بشه چربیات نم آب بشه. بله عوض کن دیگه. چشم آقا یادم میمونه حتما. فکرت عالی. باری کرا بریم آقا بریم. این درم قشنگ گفته شد. بروس این شروع شده. آره مهندس بفرم دست درم خیلی ممنون.
نمیخوری؟ خیلی فیلم قشنگیه. دادم؟ حالا تیتراجشه. ببخشید این سنگایی که شما استفاده میکنید توهم‌زا که نیستن؟ نه معلومه که نیستن. آخه به نظر من شما دخانیاته. به نظرم خاله و دکتر یه مقدار یه جورایی شدن، انگار حالشون خوب نیست. رفتی به سنگا نداره واقعا. سنگ درمانی واقعا علمیه، یعنی این توهمات و قاطی کردن واقعا رفت نداره. امشب مثل سنگاتون درخشان شده. خیلی فیلم خوبیه. شطرنج باز هندیه. یه پادشاه هست با دوستش. اینا دائما شطرنج بازی میکنن. اینقدر بازی میکنن که اصلا مملکت به باد میره. فکر کن اینقدر شطرنج بازی کنی مملکت تو هند. خیلی جالب. اینا دارن با هم میخندن. دیر دادن قول گرفتن. کی کی؟ اصلا من دیگه نمیخوام این لحظه رو ببینم. مهندس سوری خانم. بگین. جدی میگی؟ شما که نمیزنی نه؟ چی؟ شما دوست دارین شطرنج بازی کنی؟ دوست دارم، بچه که بودم بازی میکردم. باره بابا یه فکر اساسی باید کردی، اینجوری که نمیشه که. همه جو من میتونم برم پشتمو آنتنشون رو قطع کنم. چی میگه؟ میگه بره پشتمو آنتن رو قطع کنه. بخیه فسقلی؟ آره میتونه. با منم میتونم برم فریزشون رو بکشم، برقشون رو قطع کنم. ایوال فکر خوبیه، برقشون که قطع بشه اجاقشون هم کار نمیکنه، آشپزی هم نمیکنن. این فکر خوبیه. مهرهای سفیدش آج، مهرهای قرمزش مرجان، کم و مهرهای سیاه. چی شد؟ قرد شد؟ چی شد؟ چیزی نیست نه. نجی بله آقا چی پرد شده چه بوی خوبی میاد؟ خدا مرگم بده مهندس، اصلا فیوز نداریم. فیوزا رو بردم. فیوزا رو بردم؟ آره آقا. یعنی چی؟ خیلی خب، من که میدونم کی برده. خب یه موسیقی بدون برق گوش کنیم. چه زیبا و شاعرانه. بله خیلی خب، ببینیم خواجه حافظ چی میگه. چیکار میکنن؟ هفته باز اون دیوان حافظشو برداشته که مثلا اون شعر همیشه ایشو بخونه. کدوم؟ همونجا که همشه علامت میزنه دوش وقت سر از قصه نجاتم داده. دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادی. دادن اینو بگیرین لطفا. دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادی. دادن وندران بله وندران ظلمت شب آب حیاتم دادن. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی. چه مبارک سحری بود. تو چه قاله‌ای هستی؟ اصلا همش طرف مهندس رو گرفتی. پس من چی؟ تو چی 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 خجالت بکش. چی 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 چی؟ زن بچه داری تو؟ مهندسی که تنهاست، بیچاره 50 سالشه، هنوزش که تو زندگیش نیست. چی شد؟ ببخشید. دارم با هم دیگه میرن تو اتاق شطرنج. ای مهندس ناجنس، ای بدجنس. بفرمایید اول سفید. بفرمایید. خوبه از ای بدجنس با عصب شروع میکنه، همه شگردای منو استفاده میکنه، هر چی من خودم بهش یاد دادم داره عین شهده منو در میاره. عجب سپیدی. آخ آخ زود دیگه نوبت شما. بفهم. مرسی خیلی ممنون. نمیخورین؟ نه ببخش. دوست داری یه کاری کنم همه وحشت کنم خالقش کنه؟ چیکم؟ تو کاری نداشته باش. دوست داری؟
برو بینم چیکار میکنم. آقا نجیب یه لحظه بیا اینجا. بفهم. بله. بازم اشتباه. آخ 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 خوری خانم بیچاره وزیرش رفتنیه. شطرنجش خوب نیست. ای بابا همه مهرهای منو زدین که. خب مراقب باشین. سکته بزنن هم بیزنن بریم پشت بوم. یا خدا بشقا پرنده اونا ها یا اول فصل بدوی بدوی بشقا پرنده بوم ساکت ساکت بوری خانم هم نشست کنار مهندس. داره چپقو بهش نشون میده. از جد بزرگم به ما رسیده. مال دوره افشاریه. ببینین چه نقش و نگاری داره. خواهد بوری خانم چپقو ازش گرفت داره براندازش میکنه. حالا چیکار کنیم؟ میگم چپق. بابا چپقو گرفت داره خودش برانداز میکنه چپقو. چته؟ زنگ بزنی؟ آخه بعدی که خب بوری خانم هم بگیرم. عزیز من. خب بگیرم. تقصیر خودشه. دوست من با من زندگی میکنه. من به مهندس آشناش کردم. یک کلمه به من نگفت امشب اونجا دعوت داره. یعنی چه معنی داره دختری تک و تنها رفته اونجا؟ من صحبت نمیکنم. بیا تو صحبت کن. خودت حرف بزن. صدای خانم ها تاثیرگذارتره. یشم سبز، یاقوت قرمز، آبی. ببینم هوری خانم. بده خدمت شیم. شبیه چپاق سرخ پوستا هست. چه طراحی قشنگی هم داره. به به. که عتیقه هست. به درد موزه میخوره. اینجا چی کار میکنه؟ قابل شما رو نداره. ولی من کلاً با این بساط مخالفم. پس نمیگی؟ نه. برای اینکه اینا انرژی دود میکنه میره هوا. که چی بشه؟ من که خودم هم دوست دارم دود شم برم هوا.
دیگه مهندسا نمیخواد هوا را آلوده کنی ها. بلکن بابا. چه خبره این کیه؟ چه خبره؟ عبدی؟ بله. سلام. سلام. زنگتون خرابه؟ فیوز پریده، چیزی شده؟ خسته نباشین. ازتون شکایت کردم. ببخشید کی؟ یکی از همسایه‌هاتون. عبدی، آقا نجیب، مامورای انتظامی هن. خب، چی میخوام؟ یه همسایه‌ها شکایت کردم. خب، بگو یه دقیقه صبر کنم، آقا رو صدا کنم. اگه میشه چند لحظه هم ببخشید. حسن نباشید. چی شده؟ همسایه‌ها شکایت کردم. آره، جمع کن. بیا بابا، بیا این منقل رو بردار. بودو این نباتو و همه چیزو جمع. سلام جان سرور. سلام، شب بخیر. مشکلی پیش اومده؟ یکی از همسایه‌هاتون شکایت کرده. از موسیقی بلند و سر صدا زیادتون. موزیک برق نداره. بفهم تو خودتون ببین. میبخشید. اساس. بفهم. بفهم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. چوب قاتمی دیدی تو این چیه؟ بسر بیارش ببینم با احتیاط. چپقه آقا. چی؟ چپق. مورد استفاده چی؟ چپقه؟ آها، من دیدم آقا، از اونجا، از اون خونه همسایه، از اون منبع فساد، از اون آدم خائن، اون دکتر، این هم ارزونی خودتون بیچارمون کردن آقا. برید ببینید اونجا چی کار میکنن. بیا پسر ببینم. آسایش برامون نداشتن. بریم ببینید تو اون مطبش چه خبره. چی گذاشته تو اون مطب؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. بردو بردو. این چیه تو سرمان باره؟ دکتر کیه؟ بله. سلام آمون. آقای دکتر هستن؟ بله. صداشو میکنی؟ آقای دکتر، آقای دکتر، با شما کار دارن. که؟ مامورا. حتما بشقاب پرنده رو پیدا کردن. بشقاب پرنده چیه؟ بدم حتما بتونم ببینم چی میکنم. بله عزیزم، بفرمایید. سلام. سلام. از شما شکایت شده، همسایه ها گفتن که بله، خودم شنیدم که چی گفتن. خواهش می‌کنم بفرمایید داخل. بفهم داخل، شما ملاحظه بفرمید آیا اینجا مرکز فساده یا مطب دندان پزشکی؟ خب اینا ابزار کار بنده است، چون من دنتیست هستم، این همه دندان هست و اینا دارو و الکل. خب اون صندلی که ملاحظه که الکل خوراکیه؟ الکل طبی قربان. بله، خارجی هم هست. اون الکل طبیه جان تیمزار، شیشش خارجیه. این همه الکل اینجا چیکار میکنه؟ این که خودش احتکاره. بنده سر و کارم با الکل. خب اینجا الکله، اینجا الکله، اونجا الکله. یه چند سالیه که نبودم و خب به هر حال سمیه پزشکی بنده رو هم که تلمبار شده. خب بردارین همشو ببرین اگر جرمه. اصلا ببینم شما چه میگین خارجیه؟ شما میدونی الکل چیه؟ شما میدونی؟ الکل کشف زکریای رازی در 1000 سال پیشه. دانشمند ایرانی، شما اینو میدونستی؟ بله بله. در ضمن بنده مجوز نظام پزشکی دارم جناب دکتر. خب بنده سر و کارم با الکل. دانتو رو بفرمایید. آ آ آ این تیکه که عفونت کرده ایزم، که عفونتش یه ضرب میزنه به خودت، خیلی خطرناکه. این که من اینو درستش نکنم خوابم نمیبره. بذار درستش کنم. میبینم گاهی درد میکنه. راجب اون چپخ از این خونه پرت شده اون طرف. نده این مهندس،
این مرتیکه الدنگ چپاقشو از تو خونش انداخت تو خونه من، منم اون چپاقو انداختم اونجا. عزیز من جناب تیپ سوار، به من با این شکمم میاد که اهل اون کارا باشم؟ به هر حال من باید گزارش کنم. چیو گزارش کنه قربان؟ چیو گزارش؟ جرم بنده چیه؟ مگه من چیکار کردم؟ بگی شما من چیکار کردم؟ اون چپاق و این دیگه واقعا نوبرش رو بردن شیمانیو چپاقت رو میندازی تو حیات خونه من؟ آره بابا زنگ میزنی رو انتظامی همین میشه دیگه. کی من اصلا شب میگن همسایه ها زدن باشه، این همه همسایه من خواب بودم، تو خجالت نمیکشی در میداری بهش میگی بابا اینقدر جدن نکنه همیش که تموم مرکز فساده. من کی گفتم؟ گفتم با گوشای خودم شنیدم همچی حرفی زدی بابا. تو اصلا معلومه خوابی بیداری؟ یه بار سالم اومدی بیرون خانم نمیدونین من چوری خانم بس حواشی بچا سلام تشریف بیارید یه لحظه بیارید آبروی اونجا برده از من تشریف بیارید یه لحظه برای یه بشقاب غذا اونجا سر و صدا رو انداخته. مهم نیست نیم درجه بیشتر تب ندارین دکتر جون. من همیشه همینقدر تب دارم وقتی که عاشق میشم یا انتقام بگیرم. خدا دیگه حرف انتقام رو نزنی بسمون. خدا دیگه مگه نمیدونی مهندس چی بروزه منو خاله آورده؟ خاله رو که پاک دیوانه کرده، منم که اینجوری. اما جون میخوای انتقام تو ازش بگیرم؟ باشه باشه ملوش گفت شما ببرش این رو بعد ببر. خیلی ممنون. یه ذره تب داره. خوب میشه. چطوری آقای دکتر؟ سلام، حال شما سلام. خوبه؟ حوضش سنگایی خوبی آوردم براش. بله اینو دستت بگیر که تبت بیاد پایین. اینم بهت انرژی میده. حالا یکی رو ببین چه نوری داره. اینم آرومت میکنم. راستی خبر داری این جعبه سنگامو با همه سنگاش گم کردم؟ همون جعبه سنگا که منو باش مالجه میکردی؟ بله اول فکر کردم که اینجا جا گذاشتم، بعد گفتم نکنه اون شب خونه مهندس اون شب مهمونی مونده. از هر کسی پرسیدم خبری نداشت. نه بابا گم شده کسی بر نداشته، این سنگا عادت دارن یه مدتی از من دور میشن بعدش دوباره با یه انرژی خیلی زیاد بر میگردن. آه دهنت باز کن. یه مشکل دیگه دندونت داره. این شد دوتا مشکل. چرا وقت نمیذاری من دندونت رو درست کنم؟ باشه دفتر بعد دیگه بهش بگید. باشه به خاله راه افتادی؟ اونا کار اون خود یه سنده تو برای تنظیم کنم که نه باشه که همین بیست نوری جان، نوری خانم تو رو خدا بیم منو نجات بدیم. اصلا شما بشین فرشته نجات من، من تنهام، زن ندارم، شما بشین همدم من. چطور میشه؟ میشه؟ قول میدم هر کاری بخوای برات انجام بده. شما میدونی اصلا من از دندون پزشکی بیزارم. من نمیخواستم دندون پزشک بشم. من دلم میخواست خواننده اوپرا بشم مثل پاوراتی. figura 1 figura 2 figura 3 figura 4 figura 5 figura 6 figura 7 figura 8 figura 9 figura 10 Io voglio l'amore, io voglio l'amore. Io مثلا مثل مثل فرد استر کسی چنگی رو جز میخون. Heaven, I'm in heaven. La 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 la
لا 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 When we're out together dancing cheek to cheek. When we're out together dancing cheek to cheek. بکنم بیاد شد زن باز بری خانم هر کسی یک سر نوشتی داره من حس میکنم نقاط مشترک زیادی بین ما وجود داره شکم بهش فکر کنم بکشن کی بیاد بکشه احمق مادرم مرد بابا مرد همه رفتن نیستن عموم عمم دختر داییم گم شده دختر خاله خاطره عشقم آقا نکن خدا همه شون رحمت کنه میگیم یه سری مهمونه شما کنه من دست نزن بدن خیلی خوب آقا پاشو پاشو حال خراب میگم به من دست نزن خب دست نمیزنم آقا پاشیم ببین بی وفایی آتشم زد آت نکن بذار خودم میرم بلایی به تخت مردشون خونه بمیرم ایش یک دست تو از پشتم بردار بارو دور باشا بابا چقدر عصبی هستی تو هم به زست هستم سن پاونه به زست هستم سلام عرض کردم سلام خوبی؟ خوشم مرسی بفرم خوبی شما بعد خراب چرا؟ حالا بذاریم ببینیم چه افتضایی شده ببینیم چی کار کردن مهندس حق داریم حالش خراب شد ببینیم چی کردیم کارو چقدر حیف شد خیلی چرا اینجوری شده؟ رجب کی تو؟ نمیدونم تا الان نه کسی رو اذیت کردن نه به کسی ظلم کردن و جوابش اینه دیدین چیکار کردم با دیوار دوستی؟ بله دیدم خیلی بحشت میکنم یادگار دوستام این شجره نامه ماست خب نامرد من که میدونم کار کیه دوستی اینه؟ حالم به هم میخوره دوستی حالم به هم میخوره دوست دارم برم یه جایی گم و گورشم خیالم راحت شد آقای مهندس چرا نمیای یه سر اونور؟ آقای مراتی میتونه براتون جور کنه اگه بشه من بعدم نمیاد میشه مدوم با چی بگم؟ فکر نکنم بتونی مدت طولانی دوام بیاری نه؟ به دردت نمیخوره نه البته منم مشکلم واقعا یه چیز دیگه است من مشکلم قلبمه خب دکترهای درجه یکی اونجا داره نه 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 قلب منظورم در ارتباط با شماست ببخشید میگم من خیلی فکر کردم این چند وقت و هر چی فکر میکنم بیشتر به این نتیجه میرسم که خانومی مثل شما باهوش، بزرگوار، تحصیل کرده دیگه نمیتونم پیدا کنم هر چی فکر میکنم میبینم که البته خالم از زمانی که اومده بودن همش اصرار میکردن به من که اگه ما دو میگی بقیه شما بخش تو کمر گفت والا ببخشید من دیگه فهمیدین منظورم ببخش من نمیدونم چی باید بگم ولی میدونم که آقای مهندس سخت نگران آینده شما هستن آخه نگران چی؟
بالاخره فکر میکنم که در آینده خب نگران نباشیم. من اینجا به همه هدفام رسیدم. تازه زمین خونه‌ام هم گرفتم. با یه دوست واقعی هم آشنا شدم که میتونم بهش تکیه کنم. چه خوب. کیه؟ ایشون؟ مرآتی؟ بله. من و بوری جون حرفامون رو با هم زدیم. تو اینجا هم خیلی با هم سینکیم. من بعد از چند سال زندگی و کار در تورنتو، ونکوور، مونترال یه خسته شدم و برگشتم. الانم دارم یه برج بزرگ میسازم که تصمیم گرفتم یه طبقه شو بدم به هوری جون که مطب سنگ درمانیشو راه بندازه. بلدی کارتو خوب بلدی. یعنی غیر از وکالت برای دیگه هم بلدی. آزه چی مهندس؟ خودت که میدونی که من اینجا 30-40 هکتار زمین دارم. بله. زمین هوری جون هم افتاده درست وسط اونجا که من هم دو دستی تقدیمشون کردم. بله. خوب سینکین. خوب سینکین با آفرین. تازه هوری خانم وسط اون زمین ها یه معدن سنگ هم کشف کرده. اسم سنگه چیه؟ اشک آپاچی. میخواییم استخراجش کنیم وقتی که از ماه عسل از پاریس برگشتیم. اشک آپاچی. باز دوباره اشک. دکتر بفهمه دوز سوم زدارم. آقای مهندس، آقا ندیم، ما اومدیم که ازتون خدافظی کنیم، بگیم هر خوبی و بدی هم دیدیم ببخشید. ما که جز خوبی چیزی ندیدیم. انشالله هر جا رفتین خوش باشین و خوشبخت باشین و قرص خوری برو قرص قرمز هم بیار قرص هم تو بلکن بلکن عالم خوبه. عشقی باشین آقای مهندس بیان اینو بده. بله. کجا؟ بله. نجی بیا اینجا رو ببین. این از اون طرف باشه. دلفین همون برای همه. فیلمان هم. رخ مامان. ای سیخای نجیب همش هست که اینا. اینا هم همه از این طرف. اینو میدم روی بنر بزرگ براتون بزنم بزن اینجاش که هیچ باد و طوفانی هم خرابش نکنه. وقتی از پاریس برگشتیم آه موری خانم شما فرشته نجات من بجا آقا 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 از زغال زغال سوخ 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 آبا 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 موری خانم. بله. موری خانم ببخشید کنم این جعبه شماست. من زیر پوستنها پیداش کردم. خیلی ممنون. همش هست. نمیدونین اینا رو با چه زحمتی از این ور اون ور پیدا کردم. خوشبختی خیلی به همین. خدافظ. موفق باشید. سفرتون خوش. بس معالجه من چی؟ بفرمایید. بهتا جون یه چیزی بخوریم. گلوتولای چه نخوردیم مریض میشیم. اینا چیه بابا؟ اشتباه ندارم. ملیه خانم. من خیلی آدم بدشانسی هستم. نگیر اینجایی تو رو خدا دکتر جون. همیشه تو زندگی خیر آدم ها رو خواستم اما اونا هر بلایی که دلشون خواسته سر من آوردن. اون از ننه و بابا، اون از زن و بچه هم، اون از این دوست 40 ساله من مهندس، این از این دختر هوری خانوم که بعد از 50 سال اینجوری قلب منو شکست. برای چجوری دلش اومد منو نابود کنه؟
آقای دکتر به خدا شانس آوردی، اون دختره به درد زن زندگی برای شما نمیخوره. 25 سال از شما جوانتره، شما زن داری، بچه داری، عقلم خوب چیزیه به خدا. اینقدرم نشی مثل بچه های قاق گریه کن. الان من 3 سال از زنم جدا شدم، زن دارم من. به هیچ کس نگفتم، کس نمیدونه. برو دکتر، خلاص. برو دکتر، برو خلاص. تو میخواستی به من آرامش بدی؟ آره آرامش، لعنت به این آرامه. آزیش کردم، جمعه شد. دکتر جون چه بلایی سر خودت آوردی، خواهی بر سر شدیم. وای تموم شد. خب بذارید استراحت کنه، سعی کنید بهش مایجات بدین. کپسولایی که بهتون دادم حتما به ساعت بخوره، آرامش داشته باشه. خیلی بهتره، حالش خوب میشه دیگه. چند روز استراحت کنه خوب میشه.
بشه. بله. نه خدا رو شکر رنگ روش باز شده. فکر کنم حالش بهتر شده نه؟ دکتر دنت رو بس کن. بس کن. باش برو رو من میریزی. صبح. ترشیش کمه. ترشیش کمه. ترشیش کمه. قربونت برم بابا جون الان بده. بابا جون الان حالشون خوب نیست. من کار دارم باهاش. شما بعدا تماس بگیرین من میگم باهاتون صحبت کنم. بعد چرا مامان تماس نمیگیره؟ Listen. به بابا بگو just make him understand که بهتر هر چیز زودتر وصیت کنه خونه رو به نام بابا کنه یا اصلا بفروشی خودش رو بفرستی بیاد. As soon as possible, okay؟ باشه باشه باشه. بده من بابا. آنی جان چی بود؟ چی حرکت کردی؟ ها نگید؟ من شما رو زدم باره بیرون من نه نه شما و این از بنده بفهم آقا چیشی؟ چیکار میخوای بکنی؟ من کیشم ببینم میخوای چی رفت این تو خراب شد بابا بیا نه خراب شد نه تقلا میکنی نه میشنم بیا دوباره بازو میکنی بابا یه بی تربیت واقعا خرابش کردی دیگه اونجوری نیست بابا عزیز من بلده من حفظم بیا دیگه تو نمیتونی منو کیش کنی خب منم الان تو رو با این میزنم بیا آره بابا تو خرابش کردی دیگه آره بابا اصلا نمیخوام شرط کنم بابا بیا بشین یه دست کنم من اصلا بری بیا بده کن بابا تا کیش Yeah.